خوزستان یکی از ثروتمندترین استانهای ایران به شمار می رود اما متاسفانه مردم این استان با مشکلات مختلفی که یکی از اصلی ترین آن کمبود آب است دست و پنجه نرم می کنند بحران کمبود آب باعث آسیب رسیدن به زندگی اکثر قریب به اتفاق مردم خوزستان شده زیرا طبق آمار رسمی درصد بالایی از آنان از طریق کشاورزی و دامپروری که نیاز شدیدی به آب دارد امرار معاش می کنند همکارم علی اکبری گزارش می دهد. استان خوزستان با مساحت 64 هزار کیلومتر مربع و نزدیک به 5 میلیون نفر جمعیت یکی از بزرگترین و وسیع ترین استانهای ایران است. این استان علاوه بر اینکه حجم بسیار زیادی از چاه نفتی را در خود جای داده از نظر منابع آبی هم یک سوم آب کل ایران را در خود جای داده اما به رغم همه اینها مردمش با فقر و مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می که علل این موضوع مسائل مختلفی است از جمله ایجاد چندین صد و انتقال آب این استان به دیگر مناطق ایران در پی کمبود شدید آب کم کم صدای اعتراض های مردمی در استان خوزستان بلند شده و تبدیل به تظاهرات و اعتراض هایی در زمینه های مختلف کردید. در واکنش به این اعتراض ها نیروهای انتظامی و گارد ویژه وارد عمل شده تا به تظاهرات پایان دهد که بر اثر زد و خورد میان طرفین تعدادی جوان جان خود را از دست دادند حال میتوان گفت خوزستان وارد پنجمین روز اعتراض های خود می شود و روز گذشته هم مراسم تشیی و خاک سپاری جان باختگان اعتراض های اخیر با حضور هزاران تن از شهروندان خوزستانی برگزار شد در این میان دولت ایران بسیار دیر هنگام وارد عمل شده و با تصویب چندین مصوبه سعی در حل موقتی این مشکل دارد رئیس جمهور ایران هم در چند روز اخیر دوبار درباره مشکل کم آبی خوزستان سخن گفت و مدعی شد که دولت لحظه این نبوده که به فکر مشکلات مردم نباشد از سوی دیگر رئیس جدید قوه قضایی ایران هم به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی معموریت داد مشکلات آبی خوزستان را تا حصول نتیجه روشن و قطعی و حل مشکل و جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه پیگیری کنند متاسفانه موضوع آب خوزستان هم مانند بسیاری از دیگر مشکلات ایران به بحانه برای انتقاد و دعوای سیاسی جناح های مختلف ایران تبدیل شده به گونه ای که برخی از چهره ها و نمایندگان اصولگرای ایران این موضوع را بهانه کرده تا دولت فعلی را به باد انتقاد بگیرند و همه مشکلات مردم خوزستان را بر گردن دولت بیندازند. و در پاسخ به این انتقادها چهره ها و برخی مقام های دولتی و فعالان سیاسی نزدیک به دولت مشکل آب این استان را ریشهای و مربوط به دوره های قبل از دولت فعلی دانستند. در پی بروز مشکلات برای دسترسی به آب در خوزستان بسیاری از کنشگران اجتماعی نسبت به این دقدقه مردم خوزستان واکنش نشان دادن و هشتک های مختلفی نیز در فضای مجازی ایجاد شد.